چند مورد درباره هر لایه از ساختار بافتی دیواره نای انسان که در تماس با لایه زیر مخاط قرار دارد صادق است خب ساختار بافته دیواره نای انسان از بیرون اگر دقت بکنیم و یادم باشه ما یک لایه بافت پیوندی داریم بعدش یک لایه بافته قوزروفی ازولانی داریم که با هاشور مشخصش میکنم بعدش بافت زیر مخاط رو داریم و در نهایت بافت مخاطی رو داریم حالا داره میگه ساختار بافتی که در تماس با لایه زیر مخاط قرار دارد خب کیا با زیر مخاط قرار دارن؟ یکی مخاط و یکی هم لایه قزروفی ازولانی حالا ببینیم که چند تا از این عبارت ها راجع به این صادقه الف واجد تعداد قرده ترشوی هست بچه ها داره میگه هر لایعی بخش قذروفی ازولانی فاقد تعداد قده ترشوهیه ب یاخته های استوانهی مجکدار دارد بچه ها داره میگه هر لایه پس یاخته های استوانه مجکدار فقط مخصوص مخاطه قذروفی ازولانی چنین یاخته نداره جیم همه یاخته های آن در تماس مستقیم با قشای پایه قرار دارد نه خیر بخش مخاط با در تماس مستقیم با قشر پای است اما بخش غضروفی ازولانی چنین ویژگی نداره دال یاخته های یا آن قادرند به کمک اکسیژن از گلوکوز ATP تولید کنند بله مثل همه سلول های عادی بدن انسان که هسته دار هستند با استفاده از اکسیژن ATP تولید میکنند تنفس سلولی پس یکی از جمله ها درسته و گزینه یک گزینه صحیح ما هست